توی این ویدیو یک تحلیل کامل از آپدیت جدید بهروز تابانی و تک تک فیگورهای اون رو داریم و قرار هست پیش بینی رو در مورد آینده بهروز تابانی داشته باشیم و همینطور هم یک نگاه کوتاهی به آپدیت بدنی سرجی اولیویا جونیور جدی ترین رقیب بهروز تابانی روی استیج آنات کلاسیک برزیل داریم تا آخر این ویدیو با من همراه باش و برای حمایت از ما حتما کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام تیم ای فلکس فیتنس رو دنبال کن سلام دوستان من علی رضا هستم از چنل توی بی فلکس فیتنس توی قسمت اول این ویدیو به این سراغ جای تاین آپدیت سرجیو الویا جونیور در فاصله دو هفته تا آنوتکرسکی آمریکای جنوبی که با آنوتکرسکی برزیل هم معروف هست سرجیو توی این دوره ای آماده سازی با مشکلات زیادی مثل تصادف رانندگی و دستگیری به زندان افتادن در شهر دوبی روبرو شده و باعث شد از نظر ذهنی و روانی آسیب زیادی به اون وارد بشه جدیدترین پست سرجیو از فیگور لتز جلو و همینطور قفسه سینه هست البته که به نظر میاد سرجیو نسبت به آخرین ورژن خودش سایز نسبتا زیادی رو از دست داده اما از نظر کات و کاندیشن بدنی تا حد زیادی نسبتا خوب به نظر میرسه حتی توی فیگور لت از جلو تناسب پایین تنه و بالا تنه اون به خوبی دیده نمیشه و به نظر میاد که بالا تنه تا حدی بزرگتر از پایین تنه باشه توی فیگور قفسه هم دست ها و مخصوصا ساعت فوق دیده میشه البته اگر سایز سرشانه های اون تا حدی بیشتر بود خیلی بیشتر میتونست به چشم بیاد و دقیقا توی همین عضله میتونه در برابر بهروز و تابانی کار دستش بده چون که سرشانه های بهروز به شکل وحشتناک و باور نکردنی و بزرگ هست و میتونه توی تمام فیگورهایی که سرشانه به چشم میاد بیرقیب ترین بدنساز هر استیجی باشه در کل بدن اون نسبتا فلت به نظر میرسه و خب ممکنه به خاطر استرس و مشکلاتی است که به خاطر به زندان افتادن برای اون پیش اومده اما هنوز دو هفته تا نوت کلاسیک فاصله داریم و هیچ بعید نیست که سرجیو بتونه به پیک بدنی خودش برسه و رقیب سرسختی برای بهروز و تابانی باشه این سراغ بهروز تابانی فقط میتونم بگم که بهروز روز به روز در حال پیشرفت و بهتر شدن هست و جدیدترین آپدیت خودش رو دقیقا همین چند ساعت پیش منتشر کرده که بینظیر بوده این ویدیویی که الان میبینید از جدیدترین آپدیت بهروز تابانی است و از حالت فیگورگیری و موزیکی که روی ویدیو هست به نظر میاد که این تمرین و پوزینگ انفرادی بهروز روی استیج باشه و اون قرار هست فیگور انفرادی خودش رو به همین شکل اجرا کنه توی این فیگور نسبت به ویدیوهای چند روز پیش بهروز بدن اون فوق‌العاده کاتتر و کاندیشنتر دیده میشه به طوری که شما میتونید رگ‌های عضلات پای اون رو ببینید از حالت و لوکیشن ویدیو که توی خانه گرفته شده مشخصه که احتمالا بهروز با بدن ناشتا و بدون دم عضلانی یا حداقل بعد از حوازی صبح این ویدیو رو گرفته باشه و باید گفت که بدن اون به شکل باورنکردنی زیبا و فوق‌العاده شده دست و سرشان های بهروز تابانی واقعا بی و میشه گفت احتمالا بزرگترین دست و سرشان های ایران رو داره و شاید حتی اگر نگاهی به بدنسازان حرفه ای سطحی که دنیا بندازیم میشه گفت که بهروز حتی میتونه توی این دو ازاله جز بهترین های دنیا محسوب بشه بزرگترین میاری که در مورد بدنسازان سنگین وزن مسابقه ای گفتم کات و فیبر عضلات پشت پا و باسن هست که این میار نشون دنده این است که بدنساز سر برنامه و با پیک بدنی قرار روی استیج بیاد اینجا و هم دقیقا همین مورد رو توی بدن بهروز تابانی میتونید ببینید که توی فیگورهای پشت کم کم فیبرهای زیبای عضلات باسن اون در حال نمایان شدن هست و کات پشت پای اون هم به شکل زیبا و عمیق دیده میشه توی فیگور جفازو از پشت میشه گفت حجم و پهنای زیبای عضلات لط خیلی به کمک بهروز میاد و همین پهنای عضلات پشت باعث میشه که کمر بهروز رو بایکتر با نشون بده و در کنار سرشانهای فوق‌العاده حجیمی که داره اون رو تبدیل به ترین فیگور پشت کنه you <laughs> فیگورهای بغل هم جز بهترین فیگورهای بهروز و تابانی هستند که واقعا هیچ ایرادی به بدن اون نمیشه گرفت از بالا تا پایین بخوام بگم اولین چیزی که به چشم میاد سرشانه های گرد و حجیم هست و بعد از اون هم پهنا و سایز فوق العاده عضلات سینه و همینطور پیک و گردی بازوی بهروز تابانی باعث میشه که یک بکیج فوق العاده رو به بالاتنه اون بده توی پایین تنه هم بهروز کار رو برای همه تموم میکنه چون که سایز عضلات بغل پای اون واقعا زیاد و حجیم هست و یکی از چیزهایی که بهروز رو نسبت به همه متمایز میکنه فیبرهای عضلات باسن هست که از نمای بغل یک ظاهر فوقالعاده زیبایی رو به اون میده این فیبرهای باسن از نمای بغل کار هر کسی نیست و به شدت نیاز به سالها تمرین و مهمتر از اون نیاز به یک ژنتیک فوقالعاده توی این عضله داره که توی سطح اول بدنسازی دنیا بیگرامی معروفترین مثال برای این فیبرهای باسن هست فیگور جمع بهروز واقعا یکی از بهترین های اون هست و باز هم اولین چیزی که مثل همیشه میشه دید سایز و گردی عضلات سرشانه بهروز هست که اون رو به شدت خاص میکنه در کل بخوام یک جنبندی کنم بهروز الان توی تمام فیگورها کامل کم نقص دیده میشه و وقتی که بدنساز به چنین سطحی میرسه نشون دهنده اینه که پتانسیل رسیدن به مس اولمپیا و حتی نفرات برتر اون رو داره و باید گفت که بهروز هم واقعا شایسته این مورد هست اون سال گذشته توی مسابقه رومانی پروی 2022 تونست برت ویلکن یکی از بهترین شاگرد مت جانسن رو شکست بده و نشون بده که چه پتانسیل زیادی رو داره مت جانسن بی هست که شاییت های اون به ترکیب حجم کات فوق زیاد معروف هستند برای نمونه شان کلاریدا قهرمان 212 پوندیا که با وزن حدود 80 کیلوگرم اندازه یک بدنساز 100 کیلوگرمی دیده میشه و بعد از اون هم میتونم به نیک واکر اشاره کنم که توی آرنولد کلاسیک کات فوق رو به نمایش گذاشت دقیقا توی مسابقه رومانی امت جانسن شاگرد خودش یعنی برت ویلکن رو به همین شکل آماده کرده بود و برت با یک پیک بدنی عجیب و غریب و با یک کات مثال زدنی خودش رو به رومانی رسونده بود و انتظار این رو داشت که خیلی راحت این استج رو پیروز بشه و یک ماه بعد هم روی استج اولمپیا بیاد. اما اون با صد بهروز تابانی مواجه شد و بهروز توی هر چیزی که برت خوب بود اون فوقالعاده بود اما خب متاسفانه به خاطر فاصله کم مسابقه رومانی تا مثل اولمپیا بهروز نتونست خودش رو به خاک آمریکا برسونه و از مثل اولمپیا 2022 جا موند اما میتونم پیشبینی کنم با این بدنی که الان از بهروز میبینیم اون به احتمال زیاد توی آرات کلاسیک برزیل پیروز میشه و میتونه تمام برزیلیا رو توی خاک کشور خودشون شکست بده و فاصله هشت ماهه این استیج مثل 2023 فاصله خیلی مناسبی است که بهروز بتونه برای به دست آوردن ویزای آمریکای خودش تلاش کنه و اولین مثل المپیای خودش رو تجربه کنه بهروز سن زیادی نداره و اوایل دهه سی سالگی خودش هست و همین که خودش رو چندین بار به مثل المپیا برسونه و هر سال بهتر و بهتر بشه میتونم از همین الان آینده فوق العاده رو برای اون پیش بینی کنم و هیچ بعید نیست روزی ما دو قهرمان مثل المپیا رو در کنار حادی چوپان در ایران داشته باشیم توی قسمت کامنت ها نظرت راجع به بهروز و همینطور جای تاین آپدیت بدنی اون برای من بنویس و اینکه آینده بهروز تابانی رو چطور میبینی؟ بارزی موفقیت برای بهروز تابانی روی استیج آرنود کلاسیک برزیل مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی اسپانسر ما هم برند مکملی ایووژن آمریکاست است که اگر ساکن آمریکا هستید میتونید از سایت ایووژننوتریشن.کام با کد امیر آنلاین با 10 درصد تخفیف خرید کنید Now the question is, are you 3D? I got you.